شما نگاه کنید، وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. درود به تو هموطن عزیزم که بیننده برنامه ما در شبکه امید جاودان با برنامه خبرناک هستید. آنچرا که در ابتدای برنامه دیدید، خب موضوعی هستش که میبینید چند روزی هست که نسبت به آقای قالیباف که رئیس مجلس نظام اسلامی هست انتقادهای بسیاری شده، اما خب این تعجب برای من هستش از اونجایی که در طول 43 سال این دولتمندان نظام اسلامی مدام مردم رو اولا محکوم کردن، حتی نسبت به تفریحات سالمشون اونها رو محکوم کردن، نسبت به جشن‌های ملی اونها رو محکوم کردن، نسبت به استعدادهاشون اونها رو محکوم کردن، نسبت به آرای رأیشون برای افرادی که دوست داشتن دولتمند بشن اونها رو محکوم کردن، یا حکومت‌هایی که خواستن اونها رو محکوم کردن، نوع لباسشون اونها رو محکوم کردن، و در تمام ابعاد ذهنی ایرانی ها متاسفانه نظام اسلامی با باوری که از کتابی به نام قرآن داره و رسومات اسلامی و اعتقادات و احادیث و روایت هایی رو که داره محکوم کرده. حتی ما الان در روزهایی هستیم که به عنوان روزهایی که به عنوان به اصطلاح ماه رمضان هستش، ایرانی ها رو محکوم میکنن که حتما باید روزه بگیرید، در غیر این صورت تنبیه، زندان و یا شلاق خواهید خورد. این محکومیت عزیزان از خود دولتمندان ریشه نگرفته، ریشه اون برمیگرده به اون باوری که در ذهن ایرانی ها متاسفانه تحمیل شد و هنوز این تحمیل رو ما میبینیم که جایگاهی داره در کاردکس مغز، و تا زمانی که ما اجازه میدیم ذهنیت ما از این نوع باورها غنی باشه، اونها به خودشون اجازه میدن بر ما حکم کنن. اما عیسی مسیح برعکس این رو میگه. در انجیل متی 7:1-5 میخوانیم که مسیح میگه درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید، همانطور که شما دیگران را محکوم میکنید خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می‌بینی ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حال آنکه خود چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. این کلام خداوند هستش که برای یک زندگی سالم به ما داده شده. اما افسوس و افسوس و هزاران افسوس که 43 سال هستش که ما تحت تعالیم اشتباه اسلام مردم رو در رنج میبینیم، و خوشا به حال آنان که از این باور آزاد شدن. درود میفرستم خدمت دکتر صحاب عزیز و سپاس از این که با ما هستید. درود بر شما، درود بر عوامل پشت صحنه، و عرض ادب و احترام خدمت اعضای شبکه خانوادگی امید جاودان. امیدوارم شاد باشید. در خدمت از ماست. همون گونه که میدونم اطلاعات شما بیشتر از من هستش آقای دکتر صحاب عزیز، نسبت به آقای قالیباف که ایشون منصب ریاست مجلس جمهوری اسلامی رو دارن، حتما جاهای دیگه هم دست و پای ایشون هست برای اینکه بتونن کشور ایران را غارت کنن. دوست داریم از شما بشنویم اصلا این موضوع چقدر میتونه مهم باشه آقای دکتر صاحب، با توجه به اینکه ظالم زادگان، حداقل باید بگیم 30 سال هست که ظالم زادگان در ایران کشور ما رو به غارت بردن، و با نصیحت ها و پند هایی که از والدین خود داشتن توانستن ثروت ایران رو به تمام نقاط جهان ببرن، از جمله خود آقای قالیباف تا اونجایی که خبر دارم ایشون سرمایه گذاری آنچنانی در استرالیا داره، و بقیه ظالم زادگان در کانادا، در اروپا، در انگلیس، در آمریکا دارن. اصلا این موضوع اینقدر در برابر این غارت این افراد نمیتونه بزرگ باشه که ما میبینیم که
قالیباف الان این همه مورد اعتراض، حتی مورد اعتراض خود افراد دولتمند نظام اسلامی هست. در خدمتون هستم. ممنون جناب آقای وحید اشتری که خودشان را از گروهی به نام عدالتگرا، حالا ما قبلا اصولگرا و اصلاح طلب داشتیم، من یه مدتی دیدیم نام عدالتگرا، افشاگری کردم و گفتم خانم آقای قالیباف که یه مدرک دکترای علکی دارن، مثلا استاد دانشگاه علامه هم هستن، از اول بینه بگم که تر شگرده ایشون رو من میشناسم، گفت من هیچ کس با ایشون درس نمیگیره و درست باید به ایشون بچه ها ممانه استاد دانشگاه بسینه تو استاد کرد کن استادی ها درست دانشگاه هم. آقای قالیباف دخترشون 4 سال پیش شوهر دادن، حالا ما اصلا نمیخوام شوهرشون صحبت کنم، شوهر دخترش این داماد. آقای قالیباف خودش از سال 58-59 در سپاه بود، 19 سالش بود که سلش کرد، فرمانده سپاه خراسان بود مدت لشکر صامت و برادرش در جنگ ایران عراق برادرش قواس کشته شد، آمد جزو یکی از فرمانده لشکرهای سپاه بود، بعد فرمانده نیرو هوایی سپاه بود، بعد شد دکتر مهندس خلبان و از این درجاتی که بهش میدن. الان هم خودش رو خلبان هفومه ملی ایران هما معرفی میکنه، گرچه ایش خلبان که ایش کنن خلبان هم نیست و بیشتر در اون اتاق پرواز، در اون کاکپیت پرواز برای خودش عکس سلفی میگیره. عرضم به خدمت شما ایشون آدم نداری نیست، بسیار ثروتمند، ارتباطات فامیلی گسترده‌ای داره. ببینید عزیزان، زمان شاه آدم تو 50 سالگی تازه سرهنگ میشد، ایشون تو 19 سالگی سلشکر بوده، 19 سالگی دیپلم هم نداشته. حالا دیگه خودتون حساب کنید پس چه بود کیا فامیل. یه چیز خیلی مهم دوستان اشاره کردن، آقای وحید اشتری می نویسه که حجم بالایی از اضافه بار داشتن خانم ایشون، دختر ایشون و داماد. به حالا رفتن سیسمونی بخره. خب عزیزان، ایشون رفته سیسمونی بخره، خیلی خوب. آقای اشتری میگن چرا تولید داخلی حمایت نکرده یا چرا مثلا انقدر پول داره فلان. قربونتون برم، شما دارید به یه سیسمونی نگاه میکنید، ایشون پرونده اختلاسش در شهرداری تهران که مال بعد از زمان آقای احمدی نژاد، ایشون یه دوره بسیار طولانی شهردار تهران بودن، بالای 10,000 میلیارد تومنه. یعنی به پول اون موقع چند میلیارد دلار پول گم شده. شما دارید چی رو میبینی؟ یه سیسمونی رو میبینی؟ مثل که یه سوزن رو بخوای پیدا کنی توی انبار کاه، انقدر این عدد کوچیکه نسبت به اون عدد. در دوران طولانی که ایشون شهردار تهران بودن و در حقیقت شهردار تهران انتخاب نشدن، انتصاب شدن، میلیاردها دلار گم شده.